و به خود میگوید ای کاش انتقام نگرفته بودم. در آن موقع که من نفر 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 را به کارکنان خانه مرگ تسلیم کردم، برای اینکه خود را تسلی بدهم به خیش میگفتم من این کار را برای نجات جوانان در آینده میکنم، زیرا تا روزی که این زن زیبا آزاد است، جوانانی ساده و محجوب چون مرا هنگامی که جوان بودم بدبخت خواهد کرد. بعد از اینکه به میکده یه دوم تمساح مراجعت کردم، مریت به طرف من آمد و دستم را گرفت و نشانید و گفت سینوه، برای چی غمگین هستی؟ گفتم برای اینکه زنها همه وقت سبب بدبختی ما می شوند. وقتی ما را فریفته خود می کنند، گرفتار مغاک سیاه روزی می نمایند و هنگامی که ما از آنها انتقام می کشیم باز خود را بدبخت می بینیم. مریت گفت این طرز فکر تو ناشی از این است که هنوز کسی را نیافته ای که بخواهد تو را نیکبخت کند. گفتم من از خدایان مصر و از خدایان تمام مللی که به کشورهای آنان سفر کردم درخواست می نمایم که من را از خطر کسانی که قصد دارند سعادتمندم کنند مسون بدارد، زیرا فرعون هم می خواست ملت مصر را سعادتمند کند و اکنون بوی لاشه های مقتولین فضای تبس را متعفن کرده است. در این موقع مریت یک پیمانه دوم تمساح به دست من داد و گفت بنوش و این افکار آزاردهنده را از خود دور کن. من دوم تمساح را نوشیدم و همین که از گلویم پایین رفت حس کردم که فکرم عوض شد و دیگر به نفر 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 نمی اندیشیدم، بلکه در فکر مریت بودم. به او گفتم مریت، من امشب خوشحالم که با تو صحبت می کنم، زیرا انتقامی که من امشب از آن زن گرفتم حساب مرا با زنها تسویه کرد. مریت گفت سینوه، اگر می خواهی بدانی زنی تو را دوست می دارد یا نه، او را به وسیله ی زر و سیم یا هدایایی که باید در آینده به او بدهی آزمایش کن. ممکن است زنی امروز از تو زر و سیم نگیرد تا اینکه در آینده هدایای بزرگتر از تو دریافت نماید، یا اینکه مثل نفر 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 تو را فریب دهد و چون به دام افتادی تو را وادارد که همه چیز خود را به او بدهی. یگانه وسیله آزمایش محبت یک زن نسبت به یک مرد این است که او نه امروز از تو زر و سیم بگیرد و نه انتظار داشته باشد که در آینده چیزی از تو دریافت کند. آیا تو در زندگی به این زن برخورد کرده ای و وی حاضر شد بیان که از تو چیزی بخواهد زوجه تو شود؟ گفتم آری، من در زندگی با یک زن آشنا شدم که از من زر و سیم نپذیرفت، لکن حاضر نشد که با من ازدواج نماید. مریت گفت پس آن زن تو را دوست نمی داشت. گفتم او خدای خود را دوست می داشت و می گفت که باید دوشیزگی خیش را به خدا تقدیم نماید. مریت در آن شب مرا به یکی از اتاقهای خصوصی دکه برد، بانگاه حسیر خود را گسترد تا اینکه من بتوانم روی آن بخوابم. چرا مردها وقتی زنی را دوست می دارند خود را فراموش می کنند و عوض می شوند و به یاد نمی آورند که در گذشته با کسی عهد کرده بودند که هرگز او را فراموش ننمایند؟ آیا کسی هست که بتواند بگوید وقتی یک زن مهربان و دلسوز را دید و مشاهده نمود که آن زن بدون هیچ گونه چشم داشتی میخواهد شریک شادی و اندوه او شود، پیمانی را که در گذشته بسته به دست خاطراتش نخواهد سپرد؟ با این همه من تصور نمی کنم که پیمان خود را با همسرم مینا که زندگی خود را تقدیم خدای خیش نمود نقض کردم، و هرچند با مریت که با مهربانی خیش قلب اندوهگینم را شادمان کرد و مرا از تنهایی رهاند، از عهدی تازه سخن گفتم، یاد آن زن را در خاطر حفظ نمودم. من میاندیشیدم که اگر روزی فرعون به من بگوید سینوه، تو علوم خود را به من بده و مردی نادان باش و من در عوض تاج سلطنت خود را به تو میدهم، من این معامله را نمیپذیرم، زیرا میدانستم زندگی کردن با نادانی ولو انسان فرعون باشد بدون ارزش است. و
ولی اگر مریت به من میگفت سینوه تو علوم خود را به من بده و پس از این مردی نادان باش و من در عوض همه شب با تو خواهم بود، من این معامله را میپذیرفتم، زیرا میدانستم که بزرگترین سعادتها به سر بردن با زنی است که مرد او را و وی مرد را دوست داشته باشد. در آن شب فکر میکردم که بی جهت از دریاها سفر کردم و بدون فایده به سوریه و بابل و هاتی و کرت رفتم که در آن کشورها سعادت به دست بیاورم، و سعادتی که من در جستجوی آن بودم نه در دریا وجود داشت و نه در بابل و هاتی و جاهای دیگر، بلکه این سعادت به سر بردن با یک زن بود که در شهر خود من تبس می‌زیست. ولی این را هم باید گفت که انسان باید از دریاها سفر کند و کشورهای دیگر را ببیند تا اینکه بفهمد سعادتی که وی طلب می‌کند در جاهای دیگر وجود ندارد، بلکه در وطن خود او یافت می‌شود. تا انسان بر اثر راهپیمایی، همانطور که من در بابل هنگام فرار پیاده رفتم، خسته نشود، قدر نشستن و استراحت را نمی داند و کسب سعادت از زنی که مرد را دوست می دارد محتاج این است که قبل از آن انسان محرومیت را تحمل کرده باشد. روز بعد وقتی من از خواب بیدار شدم، مریت به من تبسم می کرد و به من گفت سینوه، اگر من تو را برای زر و سیم دوست می داشتم و محتاج فلز تو بودم، می گفتم مرا از اینجا به خانه خود ببر تا اینکه بتوانم در آنجا آسوده زندگی کنم، لکن من احتیاجی به فلز تو ندارم و تو را برای زر و سیم نمی خواهم و به همین جهت در اینجا می مانم. گفتم مریت، اگر تو مرا دوست می داری برای چه به خانه من نمی آیی که پیوسته در آنجا منزل کنی؟ زن گفت من به دو دلیل به خانه تو نمی آیم. یکی اینکه رواج اینجا بسته به من است، زیرا فقط من می توانم نوشابه دم تمساح را تهیه کنم و راز تهیه این آشامیدنی را بروز نخواهم داد تا اینکه رقیب بازرگانی نداشته باشم، لذا نمی توانم از اینجا بروم و در منزل تو سکونت کنم. دیگر آنکه تجربه شده که زن و مردی که یکدیگر را بدون احتیاجات مادی دوست می دارند، بهتر است که دور از هم زندگی کنند تا اینکه هرگز آتش دوستی آنها خاموش نشود. من اگر در خانه تو زندگی کنم، بعد از گذشتن یک فصل یا دو فصل مانند یکی از اشیاء خانه تو خواهم شد و تو بعد از اینکه وارد خانه می شوی میل نخواهی داشت که نظری به من بیاندازی، ولی اگر دور از هم زندگی کنیم تو پیوسته مرا دوست خواهی داشت. فصل 31، اخناتون فرعون مصر. آن روز هرمهب نزد فرعون رفت و به او اطلاع داد که خدای آمون سرنگون شد و از بین رفت و به جای او خدای آتون برقرار گردید و فرعون او را به طور ثابت فرمانده ارتش کرد و به او گفت که قصد دارد فردا برای زیارت معبد آتون برود، ولی امشب از دوستان خود در کاخ سلطنتی پذیرایی خواهد نمود. هرمهب راجع به من با فرعون صحبت کرد و گفت این پزشک همان است که وقتی تو ولیعهد بودی با تو در صحرا به سر برد و فرعون مرا به خاطر آورد و به هرمهب گفت امشب که برای حضور در ضیافت میایی او را هم با خویش بیاور. آن وقت هرمهب راجع به من اطلاعاتی به فرعون داد که قسمتی از آن جنبه اغراق داشت و گفت این طبیب مصری در جهان نظیر ندارد و دارای تمام علوم طبی مصر و کشورهای خارج میباشد و تا امروز صدها تن از بیماران و مجروحین را
از مرگ نجات داده است. اخناتون فرعون ما بیشتر مایل شد که مرا ببیند و بدین ترتیب من برای اولین مرتبه به عنوان یک مدعو در ضیافت فرعون حضور به هم رسانیدم. توضیح حاشیه: اسم اولیه این فرعون آمون هوتپ چهارم بود و اسم اولیه نشان می‌دهد که او آمون را دوست می‌داشت، ولی بعد به آتون عقیده پیدا کرد و اسم خود را اخناتون گذاشت، یعنی دوستدار آتون، و او آتون را خدای واحد و نادیده می‌دانست و به درگاه خدای واحد و نادیده مناجات می‌کرد. مترجم. ادامه متن: وقتی که وارد کاخ فرعون شدم، برای مرتبه اول زنهای مصر را با مد جدید تابستانی در آنجا دیدم. این مد بسیار زیبا بود و زنها جامه‌های خود را طوری دوخته بودند که جالب به نظر می رسید. و دیگر اینکه در آن ضیافت زنها دور چشم حلقه سبز به وجود آورده و گونه‌ها و لب‌ها را با رنگ سرخ جگری رنگین کرده بودند. هرمهوب مرا نزد فرعون برد و من دیدم که اخناتون، که من او را کودک میپنداشتم، بزرگ شده و مبدل به مرد گردیده، ولی صورتش لاغر و استخوانی و چشمهای او درخشنده بود. اخناتون لباسی از کتان موسوم به کتان سلطنتی در بر داشت و وقتی مرا دید گفت: سینوهه، من هنگامی که ولیعهد بودم تو را دیدم و امروز هرمهوب راجع به علم تو با من صحبت کرد و گفت که در مصر و کشورهای دیگر فنون طب را آموخته‌ای. بعد راجع به مزاج خود صحبت کرد و اظهار داشت: مدتی است که من دچار سردرد هستم و هر وقت کسی راجع به چیزی که موافق میل من نیست صحبت می کند، سرم به درد می آید و طوری مرا آزار می دهد که نمی توانم غذا بخورم و نه بخوابم. و اطبا درد سر مرا با داروهای مخدر تسکین می دهند، ولی از این داروها نفرت دارم، زیرا می دانم که داروی مخدر حواس را متفرق می کند و مانع از این می شود که من بتوانم با آسودگی راجع به خدای خود فکر کنم. سینوهه، آیا تو آتون را می شناسی؟ سوالی که فرعون از من کرد سوالی خطرناک بود و می باید با احتیاط جواب بدهم. به او گفتم: بله، آتون را می شناسم. فرعون پرسید: چگونه او را می شناسی؟ گفتم: می دانم که آتون چیزیست بزرگتر و بالاتر از دانش من و دانش تمام افراد بشر. فرعون از این جواب خوشبخت گردید و گفت: سینوهه، پاسخی که تو به من دادی بهتر از جوابی است که دیگران به من دادند، و اینک بگو که آیا می توانی به وسیله شکافتن جمجمه مرا معالجه کنی؟ گفتم: اخناتون، معالجه سردرد تو احتیاج به شکافتن سر ندارد، زیرا یک طبیب می تواند به طرز دیگر تو را معالجه نماید و شکافتن سر وسیله است که اطباء از آن استفاده نمی کنند، مگر اینکه هیچ وسیله دیگری برای معالجه وجود نداشته باشد. فرعون گفت: هرمهوب طوری از تو تمجید کرده است و من چنان از جواب تو راجع به آتون راضی شدم که میل دارم به تو یک منصب بدهم، و به طوری که می دانی سرشکاف سلطنت مرده و جای او خالی است و من تا کنون کسی را به جای او نگماشتم، ولی تو بعد از این سرشکاف و از روز ستاره سگ از مزایای این منصب استفاده خواهی کرد و من میگویم که دارالحیات تو را به این سمت بشناسد. توضیح حاشیه: در مصر قدیم مانند ایران در دوره هخامنشیان روزها را به نام ستارگان آسمان می‌خواندند و مقصود از ستاره سگ عبارت از ستاره درخشان در مجموعه ستارگان موسوم به کلب اکبر است که اسم یکی از ایام مصر قدیم بود. مترجم. ادامه متن: بعد از این گفته، هرمهوب مرا از فرعون دور کرد و ما به تالار دیگر برای صرف غذا رفتیم و هرمهوب گفت: جای سرشکاف سلطنتی در طرف راست فرعون و خانواده سلطنتی می باشد و هرمهوب و من آنجا نشستیم. هنگام صرف غذا من دیدم که فرعون
نه گوشت مرغابی و قاز می‌خورد و نه گوشت گوسفند و گاو و ماهی، بلکه یک نان را نصف کرد و شروع به خوردن نمود و به جای شراب در پیمانه او آب ریختند و نوشید. و بعد از اینکه سیر شد، خطاب به کسانی که حضور داشتند گفت: به ملت مصر بگویید که غذای فرعون اخناتون حقیقت و صلح و نان و آب است و غذایش فرقی با غذای فقیرترین غلامان مصر ندارد. ولی بعد از آن شب من فهمیدم، زیرا خود دیدم، که فرعون گوشت مرغابی و قاز و گوسفند و گاو هم می‌خورد و شراب می‌نوشد، ولی در صرف غذا برنامه منظم نداشت و گاهی هوس می‌کرد که نان و آب بخورد و بیاشامد و گاهی از صرف غذا خودداری می‌نمود. مدعوین بعد از صرف غذا به اتاق دیگر رفتند و در آنجا دیدم که مردی فربه به من نزدیک شد و من بدون او را نشناختم، ولی پس از اینکه نظر به چشم‌های وی انداختم متوجه گردیدم که توتبس دوست هنرمند قدیم من می‌باشد. از شناسایی او بسیار خوشحال گردیدم و او را در آغوش گرفتم و بوسیدم و گفتم: توتمس، من برای دیدار تو به دکه‌ای که در گذشته آنجا تو را ملاقات می‌کردم رفتم، ولی به من گفتند که تو دیگر به آن دکه ورود نمی‌نمایی. توتمس خندید و گفت: سینوهه، آخر من مجسمه‌ساز سلطنتی شدم و شأن من مانع از این می‌باشد که به آن دکه بروم، وانگهی دوستانی یافتم که پیوسته برای نوشیدن و خوردن اغذیه لذیذ مرا به منازل خود دعوت می‌نمایند و لزومی ندارد که جهت نوشیدن به آن دکه بروم. گفتم: توتمس، چون تو مجسمه ساز سلطنتی هستی، لابد مجسمه های فرعون را روی ستونهای معبد جدید آتون تو طراحی کرده ای. توتمس گفت: ما یک عده مجسمه ساز هستیم که به اتفاق کار می‌کنیم و از هنر واقعی آنطور که در کرت مورد توجه است الهام می‌گیریم. و هنگامی که خدای دروغی آمون بر مصر حکومت می‌کرد، ما مجبور بودیم که اصول هنر را زیر پا بگذاریم و در ساختن مجسمه‌ها و طرح تصویرها از قوانین خدای دروغی پیروی نماییم و اگر قدری منحرف می‌شدیم، کاهنان آن خدای کذاب ما را کافر می‌دانستند و به قتل می‌رسانیدند. و آنها می‌گفتند هر نوع هنر که برخلاف قوانین خدای آمون باشد کفر است و هر هنرمند که شکلی تصویر کند یا مجسمه‌ای بسازد که با اصول هنری آمون مطابقت ننماید مستوجب قتل می باشد. و ما هنرمندان واقعی و صمیمی که در هنر عقیده و آزادی داشتیم، چون نمی توانستیم خود را با محیط تطبیق کنیم و از حماقت پیروان خدای سابق تبعیت نماییم، گرسنگی می خوردیم و آبجو می نوشیدیم و بعضی از اوقات حتی آبجو هم نصیب ما نمی شد. ولی امروز آزاد هستیم و می توانیم به آزادی مشغول هنر خود شویم و هرچه می خواهیم به وجود بیاوریم. من توتمس را به هرمهوب معرفی کردم و به وی گفتم این مرد که مشاهده می کنید یک هنرمند نابغه می باشد و فرعون بهای او را می داند و به همین جهت وی را مجسم ساز سلطنتی کرده است. هرمهوب از دیدن مجسم ساز سلطنتی خوشوقت شد، ولی به مناسبت مقام خود زیاد تظاهر به مسرت نکرد. لکن توتمس وقتی قیافه و اندام هرمهوب را دید به او گفت: من خیلی میل دارم که مجسمه ی تو را بسازم و در معبد آتون خدای جدید نصب کنم، زیرا تو نجات دهنده آتون و از بین برنده خدای دروغی آمون هستی و سزاواری که مجسمه ی تو را در معبد جدید نصب نمایند. هرمهوب طوری از این گفته خوشنود گردید که صورتش از شادی برافروخت و من فهمیدم که علت خوشنودی وی این است که تا آن روز هیچ کس شکل او را نکشیده و مجسمه وی را نتراشیده بود و توتمس برای اولین مرتبه کالبد او را روی سنگ مجسم می کرد. هنگامی که ما راجع به مجسمه هرمهوب صحبت می کردیم، من دیدم که وی یک مرتبه برخاست و دو دست را بر زانوها نهاد و رکوع کرد. توجه ما به سویی که هرمهوب به آن طرف رکوع می نمود جلب شد و دیدم که نفرتیتی ملکه مصر
و زوجه اخناتون می آید و لذا ما هم برخواستیم و به طرف ملکه زیبای مصر رکوع کردیم. نفرتیتی مد جدید لباس خانم‌های درباری را پوشیده بود و وقتی به ما رسید دست را روی سینه نهاد و من دیدم که وی انگشتر و دستبند ندارد، زیرا نمی‌خواست که به وسیله دستبند و انگشتر زیبایی خود را از بین ببرد. ملکه خطاب به من گفت: سینوهه، دست‌های من برای پرورانیدن یک پسر بی صبر است، زیرا فرعون خواهان یک پسر می باشد که بعد از او بر تخت سلطنت مصر بنشیند و من و او به مناسبت اینکه من پسر نزاییدم نگران هستیم و هر دو از خدای کذاب آمون که او را سرنگون کرده این ولی می دانیم که در کمین ما می باشد بین داریم. من دو دختر زاییدم ولی تا کنون پسری از من به وجود نیامده و چون شنیدم که تو یک طبیب بزرگ هستی و در کشورهای خارج معلومات فراوان به دست آورده ای، به من بگو چه موقع یک پسر خواهم زایید. من سعی کردم که زیبایی وی را فراموش کنم و نفرتیتی را با چشم یک پزشک مورد معاینه قرار بدهم و به او گفتم: ای زن فرعون، بهترین است که تو آرزومند زاییدن یک پسر نباشی، برای اینکه قسمت خلفی اعضای بدن تو کم عرض می باشد و زنهایی که قسمت خلفی اعضای بدن آنها کم عرض است هرگاه دارای پسر شوند ممکن است که هنگام زاییدن بمیرند. ملکه گفت: با این وصف من خواهان یک پسر هستم و تو باید تبابتی بکنی که من دارای پسر شوم. گفتم: ای نفرتیتی، هیچ کس غیر از آتون نمیتواند فرزندی را که در بطن یک زن به وجود می آید از حیث تذکیر و تأنیث معلوم نماید و من در کشورهای دیگر اطبایی را دیدم که دعوی داشتند میتوانند برای یک زن پسر یا دختر به وجود بیاورند، ولی اکثر اشتباه می کردند و هر دفعه که مشتبه می شدند زائو را متهم می نمودند که طبق دستور آنها عمل نکرده است و آنها می دانستند دستورهایی که آنها می دهند به قدری دقیق و مشکل است که ناچار زنها بر بعضی از آن دستورها عمل نمی نمایند و همین را دستاویز می کردند تا اینکه نادانی خود را پرده پوشی نمایند. ولی من به تو دروغ نمی گویم و اعتراف می کنم که نمی توانم دارویی به تو بخورانم که یک پسر بزایی، لکن چون دو دختر زاییده ای بعید نیست که فرزند سوم تو پسر باشد. ما هازا در این قسمت هم قول صریح نمی دهم. نفرتیتی که تبسم کنان حرفهای مرا می شنید بعد از اینکه صحبتم تمام شد افسرده گردید و من فهمیدم که گفته من او را کسل کرده است. توتمس وقتی دید که ملکه کسل شد وارد صحبت گردید و گفت: ای نفرتیتی، برای چه تو از زاییدن دختر اندوهگین می شوی؟ تو زیباترین زن جهان هستی و همان بهتر که پیوسته دختر بزایی تا اینکه دخترانت مانند تو زیبا باشند و زیبایی شما جهان را منور نماید. من دختر بزرگ تو را دیدم و می دانم چقدر زیباست و امروز تمام زنهای دربار مصر می کوشند طوری آرایش کنند که شبیه به او بشوند و بسیار میل دارم که مجسمه تو را بسازم تا اینکه هزارها سال بعد از اینکه تو فوت کردی مردم زیبایی تو را ببینند و تحسین کنند و نام نفرتیتی پیوسته در جهان نام زیبایی باشد. توضیح حاشیه: این مجسمه که توتمس از ملکه مصر ساخت امروز هست و مدتی در موزه برلن بود و فعاد اول پادشاه مصر از حکومت آلمان خواست که آن مجسمه را که حفاران اروپایی در مصر کشف کرده بودند به آن کشور مسترد بدارد و حکومت آلمان هم مجسمه را داد و بر حسب قاعده مجسمه نفرتیتی باید اینک در یکی از موزه های مصر باشد. مترجم ادامه متن: نفرتیتی تبسم کرد و معلوم شد که از صحبت مجسمه ساز سلطنتی لذت برده است و بعد از ما دور گردید. روز بعد من مریت را از دم تمساح خارج کردم و با خود بردم تا اینکه منظره رفتن فرعون را
به معبد جدید آتون مشاهده کند. میرید لباس مد جدید خانم ها را دربر کرده بود و با اینکه یک خدمتکار میکره به شمار می آمد، وقتی من با او از میخانه خارج شدم و در خیابانهای تبس به حرکت در آمدم خجالت نکشیدم، زیرا میریت زیبا و موقر بود. من به اتفاق میریت به طرف معبد جدید رفتم و در جلوی معبد در مکانی که مخصوص مقربان فرعون بود نشستم و میریت دست خود را روی شانه من نهاد و به تماشای جمعیت مشغول شد. من تصور میکنم که در آن روز تمام سکنه تبس مقابل معبد و در خیابانهایی که محل عبور فرعون بود حضور یافتند و در دو طرف خیابان قوچها به مناسبت وجود مجسمه هایی که سرشان مثل قوچ بود خیابان مزبور را بدین نام می‌خواندند، ظرف‌هایی پر از گل گذاشته بودند تا وقتی فرعون آمد مردم سر راه او گل بپاشند. بعد از اینکه من و مریت در جای خود نشستیم، من متوجه شدم که وضعی غیر عادی وجود دارد و پس از اینکه دقت کردم دریافتم وضع غیر عادی ناشی از این می باشد که مردم سکوت کردند. وقتی جمعیتی فقیر در یک منطقه متمرکز می شوند، چون همه حرف می زنند و می خندند، همه دائمی از آنها به گوش می رسند، ولی در آن روز در آنجا کسی حرف نمی زد و طوری سکوت حکم فرما بود که انسان را ناراحت می نمود و فقط صدای کلاغ‌ها و قوش‌ها که در آسمان پرواز می کردند به گوش می رسید، زیرا کلاغ‌ها و قوش‌ها طوری در تبس از لاشه‌ها سیر شده بودند که نمی خواستند بروند. هنگامی که فرعون سوار بر تخت روان آمد، من دیدم که یک عده سرباز سیاه پوست که صورت را رنگین کردند عقب تخت روان وی هستند و گماشتن سربازان سیاه پوست برای اینکه اسکورت فرعون باشند در آن روز یک اشتباه بزرگ بود، برای اینکه در بین تماشاچیان کسی وجود نداشت که در واقعه کشتار و چپاول تبس از سربازان سیاه پوست آسیب ندیده باشد. هنوز روی صورت زنها اثر اشک به نظر می رسید و جراحات مردها التیام نیافته بود. بسیاری از مردم خانه نداشتند، زیرا سیاه پوستان خانه های آنان را سوزانیدند. فرعون در آن روز تاج دو طبقه بر سر داشت و طبق رسوم دیرین دستها را روی سینه متقاطع کرده بود و در یک دست او چوگان و در دست دیگر شلاق که از علائم سلطنتی و قدرت است دیده می شد. فرعون مانند یک مجسمه تکان نمی خورد، زیرا در مواقع رسمی که فرعون از وسط مردم می گذرد نباید تکان بخورد. سربازها وقتی فرعون را دیدند نیزه ها را بلند کردند و فریاد شادی برآوردند. درباری ها و اغنیا هم مثل سربازها فریاد زدند، ولی این فریادها در وسط سکوت و برودت مردم شبیه به صدای مگسی بود که در یک روز زمستان وزوز کند. آنهایی که فریاد شادی می زدند وقتی متوجه شدند که مردم سکوت خود را نشکستند شرمنده گردیدند و دهان بستند. آن وقت اخناتون فرعون مصر برخلاف رسم دیرین که مقرر می دارد فرعون بین مردم مثل مجسمه بی حرکت باشد، دست ها را از روی سینه برداشت، چوگان و شلاق را به حرکت درآورد تا به مردم سلام بدهد. یک مرتبه مردم لرزیدند و صدایی مثل صدای طوفان از خلق برخاست و فریاد زدند آمون را می خواهیم، آمون خدای ماست، آمون پادشاه خدایان است.